رابطه دوستی بین آمنی من و آلن بیگانه یک رابطه برجسته و شناخته شده در کامیکای اینوینسیبله. اتحاد در برابر امپراتوری ویلترومایتا باعث شد که این دو نفر با همدیگه ارتباط نزدیکی برقرار کنند و در بسیاری از مبارزات کهکشانی دوشا دوش همدیگه بجنگن. و ما امروز میخوایم توی این ویدیو به منشأ دوستی این دو نفر و داستان هیجان انگیز فرارشون از زندان ویلترومایتا یه نگاهی بندازیم. پس اگر شما برای اولین باری که به اینجا سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسه تو میسازیم از دست ندید. راستی بچه‌ها، قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوی امروزمون، میخواستم بهتون یک کانال کامیکی خوب معرفی کنم و اونم کانالی نیست جز کانال هال کامیک. هال کامیک تازگی فعالیتش شروع کرده و اگر شما طرفدار کامیک بوک و دنیای ابرقهرمانا هستید، مطمئنم با محتوای این کانالم حال میکنید. پس حتما بعد از تماشای این ویدیو به اونجا هم سر بزنید و با لایک و سابسکرایبتون ازش حمایت کنید. لینک کانال هال کامیک رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم. خب زیاد معطلتون نمیکنم، اگر آماده هستید برو بریم سراغ ویدیوی امروز. Let's go. بعد از حمله شدیدی که توی سیاره متروکه تراکس ها بین آمنیمن، اینوینسیبل و ست ویلترومایت وحشی رخ داد، آمنیمن به دست امپراتوری ویلترومایت ها زندانی شد. سرپیچی اون در کنار گذاشتن نقشش به عنوان تسخیر کننده ی زمین به چشم جنگجوهای ویلترومایت توهین بزرگی می اومد. بنابراین بزرگترین تنبیه ها رو براش در نظر گرفتن و همه در حال آماده شدن برای اعدام کردن اون بودن. اما سرنوشت آمنیمن به طرز غیر قابل پیش بینی عوض شد. ویلترومایت ها سنتگرایان سرسختی هستن که به قوانین سختگیرانه ای پایبند. یکی از این قوانین اینه که ویلترومایت ها فقط باید به دست یکی دیگه از افراد گونه خودشون اعدام بشن. توی اون تایم همه ویلترومایت ها ماموریت بودن و این باعث شد اعدام قریب الوقوع آمنیمن به تعویق بیفته. در همین لحظه در قسمت دیگه کهکشان، آلن دیلین بعد از مواجهه وحشیانه ای که با ویلترومایت ها داشت، به طرز چشمگیری بهبود پیدا کرد و پیشرفت کرد. اون حالا اونقدر قدرتمند بود که میتونست با قوی ترین ویلترومایت ها هم به صورت رو در رو مبارزه کنه و تبدیل شده بود به توانمندترین مبارز در کل جهان. اتحادیه سیاره ها متوجه توانمندی جدید آلن شد و ماموریت حیاتی رو بهش سپردن. اون باید به زمین میرفت و متحدان اینویسیبل رو پیدا میکرد. علاوه بر این مسئولیت، آلن به زمین فرستاده شده بود تا با یک چالش غیر منتظره روبرو بشه. یکی از نگهبانان که به همه چیز بی اعتماد بود، آلن رو با یکی از تسخیرکننده های دیگه اشتباه گرفت. مبارزه شدیدی بین این دو موجود قدرتمند در حال وقوع بود. آلن در مقابله ایمورتال. اما اینوینسیبل درست به موقع خودش رو رسوند و مداخله کرد. بعد از این درگیری، اینوینسیبل و آلن به خوابگاه اینوینسیبل رفتن تا یکم آروم بگیرن. اونها با همدیگه شروع به صحبت کردن و اطلاعاتشون رو با همدیگه در میون گذاشتن. وسط این صحبتاشون، آلن سفره دلش رو باز کرد و اطلاعات مهمی رو درباره قدرت تقویت شدهش و حمله اخیر ویلترومایتا و جاسوسیایی که توی اتحادیه سیاره رخ میده به اینوینسیبل داد. هدف اصلی ماموریت آلن که شامل متحد کردن اینوینسیبل با خودشون بود، با مخالفت شدیدی روبرو شد. اینوینسیبل ماها درگیر مبارزه سیاره تراکسا بود و هیچ تمایلی نداشت که به فضای بیکران برگرده. بیمیلی اون کاملا آشکار بود و با سرکشی گفت که اگر آلن میخواد اون رو به اتحادیه ببره، باید باهاش مبارزه کنه. حمله قریب الوقوعی در حال شکل گیری بود. اما آلن برای دوستی جدیدشون ارزش قائل بود و میدونست که اتحادیه تمایلی نداره که به دوستای احتمالیشون آسیبی برسونه. بنابراین از مبارزه کردن باهاش سر باز زد. با وجود اوضاع خرابی که وجود داشت، اینوینسیبل هم سفره دلش رو باز کرد و اتفاقات اخیری که توی زندگیش رخ داده بود رو برای آلن تعریف کرد. از زندانی شدن آمنیمن و اعدام قریب الوقوعش و وجود برادر ناتنیش اولیویر. این که داستان‌های کهکشانی آمنیمن صرفاً یک قصه نبوده و بلکه تجسم واقعی ماجراجویی‌هاش در زمان بردگی برای ویلترومایتا بود، برای آلن جالب به نظر می‌رسید. با این حال، این ماجراها حاوی اطلاعات مهمی درباره ضعف‌های ویلترومایتا بود. آلن که بسیار مشتاق بود این اطلاعات جدید رو به اتحادیه برسونه، راهی ماموریتش بود و نمی‌دونست که آنیسای ویلترومایت هم روی زمینه. آلن در راهش با سفینه جنگی ویلترومایتا روبرو شد و به شدت با آنیسا درگیر شد. مبارزه خیلی شدیدی بود و آنیسا از قدرت آلن شگفت زده شده بود. وسط مبارزه آنیسا گفت که ویلترومایتا دشمناشون رو بدون معطلی اعدام میکنن. اما چون آلن قدرت فوق‌العاده‌ای داره، باید اول زندانی اونها بشه و بعد با احترام اعدامش کنن. همین لحظه بود که آلن سرنوشت مشابه آمنیمن رو به یاد آورد. آلن به طور استراتژیک خودش رو به دست سرنوشت سپرد و راهی زندان شد. چون اینجوری میتونست مخ آمنیمن رو هم بزنه. آمنیمن در فضای سرد و بیروح زندان ویلترومایتا نشسته بود و داشت با اعدام قریب الوقوعش دست و پنجه نرم می‌کرد. اون دلش برای همسرش دبی تنگ شده بود
و از روی ناچاری داشت از آشفتگی‌های درونیش با همسلولیش حرف می‌زد. در همین لحظه بود که نور امیدی در قلب آلن دیلین پدیدار شد. همین که آلن وارد زندان شد، برخورد اولیه مختصری با هم دیگه داشتن. اما آلن با توانایی تلپاتی که داشت، پیغام دوستی و رفاقت رو برای آمنیمن فرستاد. سلول‌های اونا کنار هم دیگه بود. اونها با هم دیگه ارتباط ذهنی برقرار کردن و در نهایت سطح‌های فیزیکی زندان رو دور زدن. اونها توی این ارتباط کم کم به هم دیگه اعتماد کردن و از احساسات و اثرات قابل توجهی که جنگ روی زندگیشون داشته با هم دیگه حرف زدن. وقتی رابطه دوستی بین آمنیمن و آلن عمیق‌تر شد، نگهبانان زندان سعی داشتن با دشمنی آلن رو ادام کنن، اما دیدن که در برابر توانایی فوق‌العاده اون هیچ قدرتی نداره. این تناقض‌های رفتاری آلن رو گیج کرده بود. اون از نیت‌های ویلترومایت‌ها که باعث شده بود آمنیمن همون لحظه ادام نشه خبر نداشت. آلن توی همین ارتباطات تلپاتی گونش یک نقشه فرار ریخت. این نقشه چیزی فراتر از یک فرار ساده بود. اون قصد داشت که آمنیمن رو نجات بده و با خودش ببره، چون از توانایی اون با خبر بود. خطر اعدام آمنیمن با ورود دوتا از ویلترومایتا به صحنه جدی‌تر شد. اما خب با بردن آمنیمن، نقشه آلن هم شروع شد. با شروع آشوب در زندان ویلترومایتا، آلن بدون هیچ زحمتی دستبندهاش رو باز کرد و فوراً یک کمپین تخریب رو انداخت و زندانی‌ها رو آزاد کرد و توی اونها دنبال مبارزان پرقدرتی میگشت تا باهاشون همراه بشن. و در همین حین بود که با بتل بیست روبرو شد، یکی از قدرتمندترین موجودات تاریخ. اون به شدت تشنه مبارزه با ویلترومایتا بوده. آلن به بتل بیست وعده مبارزه با حریفای قدرتمند داد و این مبارزه وحشی رو با خودش همراه کرد. اونا همراه همدیگه رفتن که آمنیمن رو از اعدام نجات بدن. اونها نقششون رو کاملا زمان بندی کرده بودن و آمنیمن رو از اعدام شدن به دست ویلترومایتا نجات دادن و از چنگال مرگ کشیدنش بیرون. درگیری توی زندان شدت گرفت و مبارزه وحشیانه‌ای به راه افتاد. آلن که حس می‌کرد پیروزیش نزدیکه، یک حرکت استراتژیکی انجام داد. اون مشت محکمی به سفینه فضایی زد و همشون به فضا پرتاب شدن. اون میدونست که خودش و بتل بیست و آمنیمن میتونن توی خلا زنده بمونن، اما نگهبانان اونجا نه، و این حرکت باعث شده بود که این سه نفر به راحتی بتونن از شر نیروهای دشمن خلاص بشن. فقط دوتا از ویلترومایتا باقی مونده بودن که آمنیمن و آلن دوتایی با مشت زدن یکیشون رو ناکار کردن و بتل بیست هم به حساب اون یکی رسید. آلن از مبارزات احتمالی میترسید و گفت باید به زندان برگردن و بقیه رو هم از بین ببرن. اما آمنیمن یک ایده دیگه ای داشت. اون یک راز گیج کننده ای رو برملا کرد. تعداد ویلترومایت ها در جهان کمتر از 100 نفره و این نشون میده تأخیر طولانی در اعدام کردن آمنیمن به خاطر راز ویلترومایت ها بوده. آمنیمن و آلن بعد از فهمیدن این ماجرا مسیر خودشون رو تغییر دادن و به سمت اتحادیه سیارات رفتن تا این اطلاعات رو بهشون گزارش بدن. و در اینجا این داستان به پایان میرسه. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر شما علاقه من به سری اینوینسیبل هستید، حتما یه سری به پلی لیست شکست ناپذیر کانال ما بزنید، چون کلی داستان هیجان انگیز دیگه هم اونجا براتون از قبل آماده کردیم. و یادتونم نره به کانال هال کامیک سر بزنید و ازشون حمایت کنید. خب فکر نکنم حرف دیگه ای باقی مونده باشه. خیلی میخوامتون، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و تا فاکتور بعدی، خدا نگهدار.